هفته شهید است، شهید مولایی حیات الدین. مولایی صاحب حیات الدین حتمی آله در لب کوثر در جنت ششته با ام ایمن صاحب و هر دویشان راجع به عطر بول رسول الله صحبت دارن و ما به یاد بوده از این عالم بزرگ یکی از تفسیرهای بسیار مهمشانه در مورد آیت 223 سوره بقره که سوره دومه یا چپتر دوم به شما میمانم. ای شما و ای شهید مولایی حیات الدین. زنا کشتزار شما هستند، فتو هر سکم ان ناشیتم. قرآن میگه کشتزار شما هست، فتو هر سکم. از هر طریقی که خفت خواب و خانه داری میکنین با زنتان اجازه است، یعنی از رای عقیب، از رای غیر عقیب، یعنی از رای عقیب، از رای غیر عقیب. پنج صورت داره که تشریح کردنش مشکل است. شما تا هنوز از اون ملاهای کلان افغانستان شنیدین که در مورد تفسیر از این مولایی شهید گپ زده باشن و گفته باشن که غلط است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر که ملاهای تو فکر میکنن که اگر ما امروز غلطی از این را گرفتم، این غلطی مرا و غلطی از او را، کلگی ما بیا از او یک کد غلطی داریم، کلگی ما غلط ثبوت میشیم. بنان ایره نگوین، شفیعه یاره بگوین کافره، کل ما سنگ باران میکنیم شفیعه یاره. اینی مولای حیات الدین چیزی که میگه کاملا غلط است. در آیه 222 دینمی عین سوره خداوند میگه که محمد از تو در مورد حیض پرسان میکنن. من نمیفهم که کی پرسان میکرد، اما میگه از تو در مورد حیض پرسان میکنن. برشان بگو که حیض یا می دوره ماهوار زنها یک دوره ناگوار است. با اینا یک جای نشین، هم خوابگی نکنین با زنتان در این دوره، یعنی بر زن ناگواره، کار نکو که بر زن ناگوار باشه. میگه با او یک جای نشو تا وقتی که او پاک نشده. شما این رو در قرآن ببینین، بقره چپتر دو یا سوره دوم است، آیت 222 میگه با اینا هم خوابگی نکنین تا که پاک نشدن. وقتی که پاک شدن از طریق با اونا آمیزش کنین که بر شما اجازه داده شده. از طریق طرق نمیگه، از طریق با اینا آمیزش کنین، هم خوابگی کنین که به شما اجازه داده شده. یعنی اون مانا نیست که این میگه که عزیز و عزیز و عزیز و ای کاملا غلطه و ما را ببخشین. من نمیتونم دیگه با کدام لسان دیگه ای را ما بر شما تشریح کنم و مولایی صاحب ای را این در تلویزیون تشریح کرده. کنین با زنتان اجازه است، یعنی از رای عقیب، از رای غیر عقیب، یعنی از رای عقیب، از رای غیر عقیب. پنج صورت داره که تشریح کردنش مشکل است. بنان به دو دلیلی غلطه. یکی که خداوند اون میگه در آیت پیشتر که با زنا از اینی طریقی که اجازه دارین آمیزش کنین، و مهمتر از او حتی اگر امی آیت هم نباشد، تناب امی آیت 223 که گفتش در زنانتان کشزار شما هستن. کشزار، کلمه کشزار مانایشی است که شما یک چیز را غرس میکنین، یک دانه میگذارین که او شگوفان شود. وقتی که یک مرد با خانمش یک جای میشه، یک تخمه میگذاره و او تخمه با تخم میگذاره با تخمه زن یک جای میشه، از او جنین به وجود میآید، کشت میشه یک چیزه. اگر شما با استثنای امو طریقی که کشت میشه با طریق دیگه یک جای میشین، اجازه اسلامی نداره. ای که حالا در زیر لیاف که چی میکنه او به ما مربوط نیست که ما بیایم نیت نه آی ترکایی، او به شما مربوطه. اما گپ سر از ایست که اینی آیت اینی مانا را نداره، اما ملاحات سر از ای گپ نمیزنن. اکثرشان هم ایره نمیفهمن
به نان با استناد می دو گپ آیت 222 223 اینه تا مانا داره. و اینال ما که میایم سر مولای یعیات الدین گپ میزنم باز یک تیاد میگه که یک مولای احمق گیر کردی بیادر گل همیشه سر امو گپ میزنی. مولا مولاست، مولای احمق نداره. 90% مولاهای افغانستان یا افغانی ما اینمی طرز تفکرشان است و ما در 8 سال با اتحاد زیاد از یا بحث داشتیم و نمونتن امروز میمانم چرا که شما ببینین که ما چی میگم. اینی مولا ظاهر داییست. اگه برشان میگیم که به قبر سجده نکن میگه وهابیست، اگر میگیم در اسلام روز دو نیست، روز سه نیست، شب جمعه نیست، چل نیست، خیرات های کارتکی نیست، این تویاد ووتل نیست، هستی که به نام اسلام اسیره، برو یک پروژه اسلامی، یک دارالایتام بساز، یک مرکز دعوت بساز، یک تلویزیون اسلامی بساز که مردم روشن شون. این گپا رو میگه نیست تمام روز های بیگ بان، خودت پیسه بده، خودت به نام قتل رسول الله در تکر هستن. ای استاد است در شرعیات، در دانشگاه شرعیات کابل درس میده، صدها و شاید هم هزارها شاگرده. علاوتاً یک برنامه داشت که شاید هم یالیم داشته باشه در تلویزیون یکی از 3-4 کلانترین تلویزیون افغانستان است، در مورد اسلام تدریس میکرد. میگه شب جمعگی نیست، چل نیست، این نیست، آفرین. راستان میگه این مولا به نظرت بسیار هوشیار خوب معلوم میشه، اما ای با اونمو اندازه غول است که مولای حیات الدین بود. سعی کنین ایناله به ای گپ دیگش که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ رفتن در تشنابه که در تشناب باید چه قسم بشینی؟ رفتن در تشنابه داخل میشید کدام دعا را بخونی؟ کدام پای تبانی؟ اول که داخل میشید کدام دعا را بخونی؟ الله هستی و در داخل تشناب چه قسم بشینی؟ و امو ظرفی که چیزی که تو امو اعضای بدنت پاک میکنی چند تا استفاده سبحان الله و داخل تشناب چه قسم بشینی و امو ظرفی که چیزی که تو امو اعضای بدنت پاک میکنی چند تا استفاده سبحان الله. از خلافت، از طهارت تا خلافت هیچ چیز در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینو میبینین ای آقا میگه رسول الله مبارک بر ما قواعد بسیار ببخشین کون پاک کردن و گو کردن ما را میاد داده که وقتی که تو تشناب میری کدام دعا را بخونی، کدام پای تاول بمونی، که تا چند قلخ بسیار ببخشین کون تا پاک کنی. یعنی به این مانا که اگر رسول الله نمی بود ما امروز بازم ببخشین کپا کردن خدا یاد نمی داشتیم. شما راستی فکر میکنین که رسول الله آمده به ما بگوید که وقتی که میری در تشناب کدام دعا را بخونی؟ اللهم سهل نای قبضیتنا. آله شما تا آله در تشناب که میرین امی دعا را میخونین؟ که تا کدام پای در رو میشین؟ که تا چند تا قلخ کونتان پاک میکنین؟ ای گپ های زی دنیای اسلام ما را تشکیل میده. ای که میگه که چند تا قلق پاک کنی سبحان الله، ای را پیغمبر گفته، ای در صحیح بخاری است. همین مردم هایی که میگه صحیح بخاری دیگه تمام احادیث صحیح قرآن است، چیه پیغمبره. ما ای را در موردش برنامه ها داشتیم در ابتدا و سر همی حدیث ها ما گفت زده بودم که بخیال متو گفته میشه که یا کت 3 قلخ یا کت 5 قلخ یا کت 7 قلخ باید تا چی کنی پاک کنی. خوی شاید مده اشتباه کنم مثلا 4 تا گفته باشه، اون مهم نیست، اما رسول الله در صحیح بخاری آمده که رسول الله گفته که چند تا پاک کنی. اول خودمی جایی که حضرت محمد زندگی میکد قلخ نبود، زمین ریگی است، سنگچل است و ریگ. به احتمال اغلب که مردم مکه هم وقت گلاوریتان همه تا یک کپ ریگه میگرفتن همه تا خود پاک میکردن، سوان میکردن همه تا
دسام به احتمال اغلب چتل می بود و یا شاید هم همیشه اینا کنبوی می دادن. بسیار ببخشین، وقتی که تو نماز می خوانی که در رکوع میری، اون نفر پیش روی که خدا خم میکنه می بینید در پشت سر از اوست، در سجدام همه تره از همی خاطر است که خداوند بر از یا امر کرد که مو کنایتان بشوین وقتی که عضو میکنین. اگر تشناب رفتین، در وقت نیست، اگر تشناب رفتی امو کنت بشوی. اینا رو فکر کن، آیا واقعا رسول الله به می خاطر آمده بود که برای ما و شما کنششتن یاد بده؟ و اگر ای قمایم است که چطور پاک کنیم، ای چرا در قرآن نامده؟ دنیای اسلام دنیای احادیث قصه های ساختگی است، دنیای قرآن نیست. این حال اینی گپ از یادم یکمه که آسان است که ما ثبوت کنیم که چقدر لوده کودنه، اما بسیاری گپای دیگه زیره ما باید بسیار تشریح کنم، آیات متعدد از قرآن پاک برم که تا شما قبول کنین که لوده است. ولی استاد است که شما میگین مولای آیات الدین خیلی ملای به منطقه، ای با منطقشه. خب از این که ما با منطق ترش نشان میتونم به شما، آقای ستار سیرت که ادعا داره پروفسور است و پروفسوری خود الازهر از الازهر مصر گرفته قرار گپ خودش، ببینین که چی میگه. در زندگانی رسول کریم صلی الله علیه و سلم دو روز مشکلترین روزهایی بوده که در اون دو روز حتی از شدت حزن و غم اشکایشان جاری شده. قصه ازی در مورد عزیز که رسول الله با گفته ازی رفته بود در حجاز، در اوجه مردم به خداوند دعوت میکرد و اینا مردم های مشرک سنگباران کردن، از سر روش خون مبارک میامد و ای پیش خداوند امد یک دعای بسیار سوزناک میکنه سعی کنه. یکی روزی بوده که به طائف رفته بودن و ده روز قبیله به قبیله و خانه به خانه مشرکین طائف رفتن و دعوت میکردن و عید سال دهم بعثتشان بود، یک نفر هم دعوتشان قبول نکردن، بلکه به جای قبول دعوت اونا را اذیت کردن، دشنام دادن، اذیت فیزیکی کردن، اولاد و دیوانهای خود امر کردن که به سنگ بزنن. رسول الله کل کوشش خود کردن، جای پیاده از مکه آمدن به طائف که 114 کیلومتر از آن بود، چندین روز برآورده کردن و رفت ده روز دعوت کردن. یک بسیار تأثیرشان از این بود که مبادا اما اعتماد خداوند پروردگار سرشان کم نشده باشد، چون دین خود دین پروردگار است، این تبلیغ دعوت خود به امر پروردگار خود میکنند. چرا پروردگار هدایت نمیکنه این بنده هایش که به داخل شد؟ مبادا که سر ما غضب نباشن. اما اوست که حضرت جبرئیل ما وی دعایی که میکنن دعای بسیار پرسوز که اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، و به آخر میگه که این لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، میگه اگر تو سر من غضب نشده باشی هیچ فرق نمیکنه، من قبول دارم. یه زد اینجاست که جبرئیل بعد از اون میگه که یا محمد صلی الله علیه و سلم پروردگار تو دعای تو را شنید، حرف تو را شنید، و ملک جبال امر کرده که به اگر خواسته باشی که یک کار سر دشمنای تو منقلب بسازه و چپه کنه و اینا آرد شوند و خاک شوند، ملک جبال حاضر است و امر تو را. اینال اینی را بسیاری مردم اصلا نمیفهمند. خداوند از رسول الله مشوره میخواه. خداوند خو میتونست در دل مردم حجاز رحم پرتکه نزنن. خداوند در قرآن میگه، میگه ما اگر بخواهیم آیات را رایی میکنیم که کل مردم گردنش خمش ایمان بیاره، اما نمیکنیم، یعنی کل را خودش نمیخواه هدایت کنه. اینال در اینجا خداوند توسط جبرئیل اول میته که رسول الله ما ملک جبال کتی اکتیاد زیاده
ملکا آوردیم که بزنیم امی چی حجازه که تا مردم اشتکا تکا کنیم. یعنی مشوره میخواه تو بلا تشبه خداوند پایین تر از محمد قرار میتی که خدا آمدن مشوره میخواه از رسول الله. ایشام خیر از این که زیادتر سعی کنین به این جمعه کنی لعل الله یخلق من اصلابهم من یؤمن بالله. شاید خداوند اگه اینا ایمان ناوردن ممکن است از اصلاب و از نسلهای آینده از اینا کسانی بیاید که او ایمان بره به خدا. میگه به یک وزی که بگوید که خدای تو اینا را حلاک بکن. میگه اللهم مغفر لقومی فإنهم لا یعلمون. خدای تو اینا را ببخش، این قوم ما را تو مغفره ببخش، اینا نمیتونه. در این وقت جبرئیل اول میته به رسول الله که خداوند گفت که ما ملک جبال آوردیم در سر ابراد آسمان است، بگو رسول الله که چی کنیم، اینا را تکه تکه میتونیم بکنیم. خدای تو اینا را ببخش، این قوم ما را تو مغفره ببخش، اینا نمیتونه. الله میگه جبرئیل به خداوند بگو که خدای هم یاره نزن گمش که بیازو از پشت از یا باز مسلمان ها میه، یاره نکش چون باز یا خو بیازو میمارن یک روز از پشت از یا اولادای از یا مسلمان میشه، از امی خاطر یاره غرز نگی. آله رسول الله بلا تشبه وشارتر از خدا عمل میکنه، به خدا یاد میته که خدایا یاره نکش از پشت از یا مسلمان ها میه. یعنی خداوند دیره نمیفهمید. و باز اگر رسول الله نمیخواست که مردم کشته شه، جهاد چی مانا؟ چرا ما جهاد میکنیم؟ چرا رسول الله 27 بار رفته مردم ها را زده و کشته؟ تنها در غزوه بنی قریظه که ما دو هفته پیش ماندم 900 مرد یهود دست بسته حلال کرد رسول الله. چرا اینمی کار خی کرد؟ جهاد خی چی مانا؟ خالی نفر نکش، چرا میکشی؟ چرا زنش میگیری؟ بان که باشن اولادایشان مسلمان مه. از یام کده یه غلطی دیگه ده ایجا موجوده. هر چیز را که خداوند به جبرئیل گفته که برو به پیغمبر بگو، او آیات قرآنه. قرآن خود چیز دیگه نیست، پیغامای خداوند است، دستورای خداوند است توسط جبرئیل به پیغمبر. قرآن اینمی است، اینمی آیت اصلا در قرآن وجود نداره. ایر ستار سیرت ای آیت به وجود آورده. برین در قرآن سعی کنین، ای آیت اصلا وجود نداره که ملک جبال آوردیم میزنیم اجاز از بین میبریم بگو مشوره چیست. ای در قرآن وجود نداره. آیت از در قرآن که بعض مردم از زبان خدا ندانسته دروغ میگن، و آیت دیگه است که کسایی که از زبان خدا دروغ میگن حرام است که کارشان در دوزخ سوختانده میشن. ستاره سیرت، مشرک، دروغگوی و از زبان خداوند آیت میگه برای ما. آلی را شما میفهمین. ای گپ از ای و از او گپ مولای حیات الدین که میگفت گویست رسول الله را امیمن صاحب خورده بود و متحر بود و معطر بود، از او کده ای به مراتب پستر است، به مراتب. و ای پروفیسور ای ستاره سیرت در مسجد نبوی در مدینه میتانه نماز بده، حق نماز دادن داره، که یعنی از او ملاحی به او سوی است. ای خواه عمق نیست است. اینمی ستاره سیرت ما ای را 7 سال پیش تشریح کردیم و من هم میفهم که برنامه 132 است یا چند از ای را باید برین ببینین. 7-8 ملا آمده بودن در تلویزیون مسکینیار و دو هفته اعلان کرده بودند که ما کفر شفیعیا را ثبوت میکنیم در فلانه روز. دو هفته یا کنفرانس تلویزیونی داشتن. ای از او برنامهش است و در اوج یه حدیث تشریح میکرد که حدیثی خوبی را داره، که حدیث تو را بدون حدیث قرآن نمیتونی بفهمی، که باز حدیث تو را مستحب است، که اصل است، که ازی است ازی. و باز از جمله گفت که در مو برنامه گفت که اگه به حدیث ایمان نداری خیلی بگو که امی ارث چطور میشه. ارث خود در قرآن نامده، در مسئله وصیت در قرآن آمده که وصیت چی شوه، به کی شده میتونه وصیت یوسیکم الله، یاد من بعد وصیت تو یوسینا وصیت ذکر شده، مگر
این گفت نگفته در قرآن که آیا یک کس برای پدر خود برای پسر خود برای زن خود از مال خود وصیت کرده میتونه یا نمیتونه؟ این حدیث گفته که لا وصیت لوارث. ما آمده مامو وقت برش از قرآن کشیدم گفتم نه کاکا، تو از بس دی قصه ها مسلمان شدی قرآن نمیفهمی، ارث در آیات متعدد آمده. از جمله اینه ایره مزمو برنامه میمانم سعی کنین میتونین برین در قرآن ببینین سوره نساء را و بعد از او برین لطفا به آیت 11. خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش میکند که پسر دو برابر سهم دختر دارد. اینی در مورد ارث است. اگر همه دختر و بیش از دوتا بودند دو سوم ارث متعلق به آنها است، و اگر فقط یک دختر بود نصف ارث به او میرسد و به هر یک از پدر و مادر یک ششم ارث میرسد. دیدین پدر و مادر، یعنی تنها برای اولاد ارث نیست. ای زیاد تشریحات برش دادم، زیاد آیات خواندم، خوی نه یک شما برای شما ماندم. اینا 8 سال پیش قرآن نمشناختن، اینا قصه مسلمان بودن و ما هم که از یا قصه مسلمان بودیم به خاطر ما از دنیا یاد گرفته بودیم. حالا برای شما ما عیاض نیازی را میمانم، یام در الازهر مصر تحصیل کرده، از ملاهای زبده کابل است. اینا صاحب هزارها و ده ها هزار پیرو هستن. سعی کنین یا بگویم که در افغانستان یک قانون توشیح شده بود، قانون منع خشونت علیه زنها. بعد افغانستان راستی کاره یک سن تعیین شده که 18 ساله باید 18 ساله شده باشه خانم یا تیر کرده باشه که بتانی او را به شوهر بدی. آلی ایره من نمیگم که حتمی باید 18 باشه، خیلی آدم در 16 هم میتانه، در 15 هم، در 20 هم، 25 در این میتانه. ما شما بحث علمی کنیم. اما ای آقا بسیار قار شد، بسیار زیاد آمده گفت که او رئیس جمهور تو با کدام جرأتی کار کردی؟ رسول الله وقتی که با عایشه عروسی کرد، عایشه 6 ساله بود، صغیر یعنی خردسال. این سعی کنین دوستای نهایت عزیز، چند سال قبل قانونی را زیر فکر کنم 88 بود، زیر عنوان قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی که صراحت دارد که قبل از تکمیل سن 18 سالگی به ازدواج دادن دختر جرم است. ازدواج پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در سن صغارت صورت گرفته بود، در سن صغارت صورت گرفته بود. آیا والعیاذ بالله رسول الله مرتکب جرم شد؟ در سن صغارت صورت گرفته بود. آیا والعیاذ بالله رسول الله مرتکب جرم شد؟ آنچه که خلاف ارزش های اسلامی و خلاف عرف پسندیده افغانیسته میخواهی که را محو بسازی با کدام جرأت؟ بنا ان حد خدا بشناس. میگه اینال رسول الله صغیر عروسی کرده بود. خیر رسول الله مجرم است، و خاطر که تو خو میگی که اگر یک کس 18 ساله را پایینتر با عروسی میته او مجرمه. خیر رسول الله که صغیر گرفته بود مجرمه. ازدواج پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در سن صغارت صورت گرفته بود، در سن صغارت صورت گرفته بود. آیا والعیاذ بالله رسول الله مرتکب جرم شد؟ آیا والعیاذ بالله رسول الله مرتکب جرم شد؟ اینال ما دختر 6 ساله را باید به شوهر بتیم به خاطر از اینکه رسول الله گرفته بود. آیا هر کار رسول الله میتونه قانون باشه؟ نه، تو قار میشی، گنایت نیست، به خاطر که تو رسول الله را پولوی خدا شاندی. حتی بالاتر بلا تشبیهونه ستار سیرت گفت که باز محمد به خدا گفت که آل یار غرض نگی خدا سای، بس پشت از یا مسلمان ها میه، یعنی که بالاتر از خدا قرار میتیش. پیغمبر در قرآن آمده
که پیغمبر بگو به مردم که آیا من جز بشر بیش هستم؟ یعنی من تنها یک انسان هستم. آیت دیگه است که محمد فقط یک انسان است مانند شما. یردوش آیات قرآن است. ما در تلویزیون اینا را نمیگیم. اینا را اگر از روی ورق بگیرم بخوانم بسیار وقت میگیرم. وقتی که خداوند به تو میگه که محمد فقط بشر مانند تو است و خود پیغمبر هم میگه که با مردم بگو که آیا من جز بشر بیش هستم که یعنی نیستم، مانایش ایست که آدم های غول مثل ما بازی نخورن که خی خدا و محمد پالوی هم هستن بلا تشبیه. آیت دیگه است در قرآن که خداوند میگه پیغمبر با مردم بگو که ما تنها چیز را که وحی میشه برای شما میگم، ما تا نمیفهم که با ما چی میشه. ای آیت قرآن بیا یعنی ملاهر کدامش که میگه که ما برش بکشم، میگه ما تا نمیفهم که با من چه خواهد شد، یعنی از آینده خود نمیفهمد. دیگه آیت در قرآن سوره فتح آیت دوم خداوند میفرمایه میگه ما گناه های قبلی و بعدی تبخشیدیم. آیت دو سوره فتح. اگر پیغمبر در گذشته گناه کرده بود که خداوند میگه ما او را بخشیدم و در آینده هم گناه میکنه، در غیر از او خداوند نمیگه که گناه های آینده ایتام. خداوند یگانه کسی که غیب میفهمه خداوند است. میگه گناه قبلی و بعدی تبخشیدم، یعنی بعدا هم گناه میکنی. او گناه میتونه کم باشه یا زیاد باشه. امی عروسی کردن دختر 6 ساله میتونه که یک گناه بوده باشه، خدا بخشیده. آیا او را برای ما میبخشه؟ نه. بنان اگه ما ای را سنت بسازیم برای خود، از سنت هم تیرشیم، قانون مملکت خود بسازیم، باز مانایش ایست که ما یک چیزی که احتمالا گناه بوده باشه برای رسول الله را قانون میسازیم. چطور تو میتونی یک دخترک 6 ساله را در بغلت بگیری؟ خب میگن زفاف باز در 9 سالگی شده. خیر زفاف نه، همی 6 سالگه که در بغلت نکاح همیست. رسول الله در 6 سالگی یا 7 سالگی نکاح کرده بود عایشه را. در بغله که تین قیق دختره که بگیری بازور ماج کنی، باز دلباش قرز بگیری، در جانش دست بزنی، در قات پاش دست بزنی، در ایجاش دست بزنی، یک انسان میتونه کمی کار کنه. حالا اگر رسول الله کده، حالا ما خب رسول الله زورم نمیرسه، خب خدا میگه من گناهی تبخشیدم، آیا برای ما میره میبخشه؟ امی ما اگر خود تفنگچه بگیرم دمی کلم بزنم آسانتر نسبت به اینکه من یک دختره که 6 ساله رو بگیرم در جگه کاش دزدیم، در جگه کاش رو ماچک، در لبش دزدی، در جانکش دزدی. یک دختر 6 ساله 7 ساله یکان فشارش در جایش میره. توی رو بگی و این میخوایی که قانون مملکت ما باشه، از ما تنها نه. ستار سیرت هم همی عین گپ رو میزنم در برنامه هم هست. ما خو ایره میخواییم قانون ما تنها نباشه، از کل دنیا باشه. چرا؟ اینمی ملاهای ما به همی عقیده هستن که تمام ادیان دیگه منسوخ شده، کتب دیگه کلش منسوخ شده، تنها اسلام موجوده. بنان همگی مطابق قانون اسلام یا ای که کافره. سعی کنین اینی کودن ملا رامان هسته، سعی کنین که ملا رحمان چی میگه. باید مسلمان باشه، مسیحی یا یهودی نمیشه، چون ما گفتیم که این دین ها کاملا منسوخ شده و از بین رفته. باید مسلمان باشه، مسیحی یا یهودی نمیشه، چون ما گفتیم که این دین ها کاملا منسوخ شده و از بین رفته. ما در سر از این برنامه ها داشتم، مال زیاد میشه که بانم میگه تمام کتب دیگه منسوخ شده، اون کسایی که بعدیان دیگه از کلش کافره به استثنای مسلمان. اینال ما هیچ قانون در دنیا دیگه قبول نداریم. قوانین مدنی در امریکا، در کانادا، در اروپا، در چین، در ژاپن، در هر جای دنیا، در روس، در هر جایی که هست و از بین رفته و قانون انسانی است. قانون انسانی چیست؟ خدا برات قانون داده 6 ساله را میتونی عروسی کنی. حالا شما بگوین که ما غلط میگم. حالا اگر ما غلط میگم خوی نخی کلش آیات قرآن است. ما
در قرآن نداریم که دخترک 6 ساله 4 ساله را بگیریم. ستار سیرت 4 ساله را میگه. باشین که امیر بانومی کسافت چی میگه؟ 4 شد. 4 سال. در مورد نکای صغیر یا صغیره که هر دوی ازی وارد شده و در این روزها زبان من که در کدام کانفرانس سی آمو ما گفتیم که یک دختر 4 ساله را هم نکایش درست است، مگر اون نکاح نافذ نمیشه و در خود از گفتارم هم نقل شد که اون نکاح نافذ نمیشه. ما که آمده بودیم سرش گپ زدیم که 4 ساله را میگم، بازی آمد گفت نه او را ما نکایش نافذ نمیشه. یعنی 4 ساله را میتونی در نکای یک مرد به سن ما بتی. ما یک که میبرم در بسترک خود، باز من میگم نکاح نافذ نشده، من تو 4 سالگه که غرض ندارم. خیلی چرا نکاح میکنی؟ بد میکنی که نکاح میکنی؟ این حال 4 سالگه که میتونی در بغل یک مرد شهوت زده، او مرد شهوت جان از این میایه، این میگه نکاح نافذ نشده. حالا تو میری زیر لیافش سعی میکنی نه 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 نکاح نافذ نیست قیم جان بکش، اما تو میگیم او خود نمیشه. اینا رو شما میبینین که در دنیا چقدر غلطی ها داره. ما اینا یک مشت غوله. او مولای آیات الدین تنها نبود، بسیار مولایا 90% از اینا دیوانه هستن. این حال در افغانستان مردم که هوشیار شده میره قارشان میاثر از یا مثل که مولای آیات الدین بیچاره رو رفتن زدن، دیگرهایشان در خطر میفته. باز شما میاین که او شفی آیار تو مولای آیات الدین کشتی؟ نه، در عمر ما نکشتیم، در عمر ما نمیکشم. ما عقیده آلوده به شرک از اینا رو میکشم، اسلام انسانی میسازم، دنیا گل و گلزار میشه. سعی کنین اینی صدیق افغانه ببینین این چی میگه. اینه یا خدا بنیانگذار و ریاضی فلسفی یا یکی از بزرگایش در افغانستان میگه، سعی کنین که چی میگه. در برنامه آقای فیلسوف جهان محمد صدیق افغان که مشهور به صدیق افغان در بین تمامی افغان ها هستن، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان، و خیلی خوشحال هستیم امروز استاد را با خود داریم. سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام مسلمانان جهان، خصوصا مردم بزرگ افغانستان تقدیم میکنم. شما سلامت باشین. میخوایم در ابتدا، چون بحث ما، برنامه ما هم ویژه است و مناسبت گرامی داشت از روز نبی صلی الله علیه و سلم، ابتدا بپردازیم به اهمیت این روز که چگونه از طریق مسلمانان این روز تجلیل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا این روز به خاطر مهم است که ناجی بشریت به دنیا تولد میشه. بله، البته مجددن تولد میشه، این جمله نه است که بر تمام جهان میخواهیم بگویم. البته مجددن تولد میشه، این جمله نه است که بر تمام جهان میخواهیم بگویم. این گپ از ما است، این دیگه کس نگفته. این گپ نه است که رسول الله دو دفعه تولد شده. یک دفعش باعث نور خداوندی را پیان تولد کرده که خداوند گویی ایک قدر مشتاق به رسول بوده، عاشق بوده که ایران کت نور شهر روز وقت مگذشتانده. اگر تو عاشق شوی نیازمند میشی. خداوند استغنای مطلق است، خداوند عاشق نمیشه. خداوند میتونه سر ما رحم کنه اما عاشق ما نمیشه. اینال اگر عاشق شد نیازمند نشه به ما. تو که عاشق میشی به یک دختر یا بچه، به او یک نیاز پیدا میکنی، نوکرش میشه، غلامش میشی، نیازمند، حاجتمند میشی. خداوند حاجتمند نمیشه، مستغنی است، استغنای مطلق از خداوند. اینال اینی کثافت که میگه که نور محمد اول تولد شده و با سعی کنین گپ دیگه شد. این روز به خاطر مهم است که
ناجی بشریت به دنیا تولد میشه. ناجی بشریت ای شرکه ایگه پزوگپ ملایات الدین که میگفت گوی رسول الله را خورد امیمن صاحب بوی عطر میداد از او کده ای بسیار پستره. هیچ کس ناجی بشریت نیست، تنها خداوند ناجی بشریت هست. دگام بانم صدها تای دگه میمانم، خسته میشین. ما برنامه زنده دارم روزای شنبه با وقت کالیفرنیا از ساعت 11 صبح تا یک بعد از ظهر. در اینجا ما داخل میمانم که مثلا در جرمنی چند است، در لندن چند است، در نیویورک چند است، در تورانتو چند است، در افغانستان در کجا چند بجه است. در آخر به نوشته میمانم شه. شما خودتان هم میتونین گوگل کنین. روزای شنبه اینمی شفیع یار پیج شما لایک کنین، رفیقم شوین. باز بعد از او یک چیز دیگه هم نوشته است فالو، F O L L O W، ایرام کلک کنین، چک کنین. باز هر چیزی که من مندازم پیش شما میاید. شما روز شنبه در پیش کمپیوترتان در موساد که باشین یا برین در شفیع یار پیج، همیجا برین برنامه زنده ایم شروع میشه. بیاین. اگر شما فکر میکنین که ما غلط کردیم، امو یگان غلام میگه، ما مناظره میکنم. نمره تلفن ما موجه میباشه 714-202-2537 و ایریا کودش چیز امریکاست. از هر مملکت زنگ میزنین بفهمین که در امریکاست. زنگ ده. ما خود ترس از مناظره ندارم. یک آقا او روز با ما یک ویدیو اک رایی کده که جور کده که شفیع یار ما میخواییم که تو مناظره کنم. شخصی برم رایی کده، ما رو سعی کدم، دیدم که چندین سال است که برنامه جور میکنم، خدا حاضره که من هیچ خبرم نداشت. میبینم 74 نفر دیدش، 32 نفر دیدش، زیادترینش 1000 یا 1500 بوده. تو چی هستی که ما که تو مناظره کنم؟ مگه تو در 10 سال یک 200 نفر قناعت ندادی که تو هوشیار هستی که بیای تو رسایی کنه؟ ما چرا که تو مناظره کنم؟ تو چی کار هستی؟ بیاین ملای کلانتان هر کدامت که مناظره میکنین، اگر در برنامه مناظره نمیکنین، در تلویزیون های افغانستان ده ملازنین ملای افغانستانی یا سراسر جهان کتم یا یک جایشین یا شبکه های کلان دارن، از مردم میخواییم که پیسه بتن در تلویزیون یک یا طلوع یا آریانا سات میگیریم برای یک ماه. هر روز جمعه 2 سات که مجموعاً 8 سات میشه، ما کته 10 نفرتان 6 تا باشین در موجه، ما میایم کته شما مناظره میکنم، قرآن میمانیم، حدیث میمانیم، تاریخ میمانیم. اینه بیا که ما کته مناظره کنم، چلنج میتم ملای کلان افغانستانه یا شمایی که اگر در دیگه جای هم هستین کته ما یک جایشین. کته غیر از اون ما کته شما مناظره ندارم. زنگ ده در روز شنبه در برنامه سوال داری سوال کو، کدام بیان داری بیانت بگو، میمانمت. اما دیگرهایتان که تا 10 ملا یک جای شوین، که تا هر دهتان ما چالنج میتم، ما ثبوت میکنم که هر کسی که غیر از نظر مرا داره مشرکه. اگر شما که تینیم ملا هم نظر هستین مشرک هستین. باز یگان میگه که آقا یار خو امیر به یک رقم بگو که به رسول الله توین نکنی. نه ما توین نمیکنم. تو رسول الله را خدا فکر میکنی؟ ما که گپ میزنم تو فکر میکنی توهینه. ما باید بیایم که یسلونه یا رسول الله مبارک چطور چنان بسم الله اعوذ بالله، اینه یک کلمه اگه گپ بزنم. نه، همی امریکای اگه اصطلاح داره، ما get to the point هستم. ما در سر اونمو موضوع میرم. ما یه چیزا را مثل که در تلویزیون افغانستان نفر می 5 دقیقه دیگر روز میدیدم که با اون نفر میگه صاحب شما در این مورد چی میگین؟ بازو چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و سلام به ای، سلام به او، سلام به او. در این قسمت من معلومات ندارم. خاله و غولم اول میگفتی که معلومات ندارم، میچی که تو یک خود قرائت میکنی. باز بعد از اینه ای که من معلومات ندارم، من او کارا را نمیکنم. get to the point، دونمون موضوع قطع گپ میزنم.
او گپای دیگه مرا به تو غرض نیست. عقیدم به خداوند مربوط میشه. در زمین که چی میکنم به شما مربوط میشه. اینه بیاین. این برنامه ها را باید شریک کنین. از این غولان نترسین. اگر ما میترسیدم 8 سال پیش تا حاله ما هیچ کار نمیتانستم. گفتن اروپا نه ای که میکشیم در جرمنی. در بغل مسجد خبیث سادات کنفرانس داشتم. گفتن در فرانسه نیایی که در ایجه نیایی که آلو میگن در افغانستان نیایی. اونمو تا در افغانستان میم. ما افغانستان تغییر میتیم. ما در افغانستان حکومت میسازیم. ما اسلام دین انسانی میسازیم. قانون خود قانون مدنی میسازیم. اگر یک چیز از قرآن ام امروز با قوانین امروز ما سر بخوره که امروز زندگی ما را خوب بسازه، با سر چشم از او استفاده میکنیم. در غیر از او کار نمیکنیم که رسول الله 8 ساله را 6 ساله را گرفته یه قانون شوه. نه، این نمیتونه که قانون شوه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.